am Christian. I am Muslim. I'm Jewish. I'm Baha'i. I'm Buddhist. I'm Zartushti. I'm black. I'm yellow. I'm red. I'm white. We are an act. با درود خدمت شما عزیزان و خیلی متشکر از دوستانی که تلفن میکردید یا نگران بودید پیغام هایی که روی تلفن من گذاشته بود. متاسفانه من قابل اینو ندارم، این همه محبت رو ندارم و در ضمن بگید که دیگه زمان و سن ما هم نگاه کنید، با مریضی ها فشارهایی که تو همه دنیا هست آدم های عادی در این فشارهای زندگی خم میشن، با حال ماهایی که در همه فشارهای زندگی و هم فشارهای سیاسی و هم ناراحتی‌های روحی که وجود داره برای این بدبختی‌هایی که در ایران هست و نگرانی‌ها فشار زیادی میاره. اجازه بدید که برسون برسونم. همونطوری که گفته بودیم و متأسفانه در هفته گذشتم به خاطر کسالت من نشد، روزهای سه‌شنبه ما برنامه‌های مستقلی خواهیم داشت که از اینجا با کمک تلویزیون پارس مستقلاً پخش خواهد شد در ایران. همکاری‌هایی شروع کردیم، امید داشتیم با خیلی از تلویزیون‌های سیاسی کار کنیم که متأسفانه نشد، ولی این نمیشه که هممون ناامید بشیم. ما هم شروع می‌کنیم، باز هم دار بازه برای هر کسی بخواد و برای ایران کاری بکنه. در امروز مثل هر روزهای هفته با کمپین سفارت سبز صحبتی داریم در اروپا و مسائل مهمی که در امروز اتفاق افتاده و گرفتاری‌هایی که در دنیا وجود داره و مخصوصاً در ایران و خاورمیانه بررسی می‌کنیم. درود بر شما آقای دکتر امید مهر و آقای ملکی، امیدوارم که همه سالم باشید و امروز با همدیگه صحبت کنیم. حال شما که خوب هست قربان؟ درود بر شما و شنوندگان و بینندگان شما در هر کجای گیتی که هستن، به خصوص در مام وطن ایران. درود و سلام به شما بینندگان عزیز، به هم مهمان گرامی دکتر امید مهر. امیدوارم که برنامه خوبی باشه برای روزهای حساس ایران. عرض کنم دوستان عزیز، در همونطوری که میدونید در این روزها دیگه حکومت سوریه به سیم، به قول معروف به سیم آخر زده و با بمباران هوایی و کشتاری که از مردم میکنه مناطق مختلف شهر رو داره نابود میکنه. یعنی اگر یک کشور برقیده من، اگر یک کشور خارجی یا یک حمله در خارج از کشور به کشور سوریه میشد، این همه بدبختی برای مردم عادی نبود، فقط تنها ممکن بود نظامی ها از بین برن. و این مشکلی که در سوریه الان اتفاق میفته با انتقاداتی که رسانه های غرب دارن از این پیگردهای جامعه جهانی با این وضع میکنن، یک قتل عام عمومی است. نظر شما چیست آقای دکتر؟ به کجا داره میریم مسئله؟ و ایران هم هنوز هم که داره پا در سعی میکنه با روسیه کاری کنه این حکومت رو باز نجات بده، واقعا به کجا خواهد رسید و کی مسئله سوریه تموم میشه که ایران هم قدرتش رو در اون منطقه و خرابکاریاش رو یواش یواش ضعیف بکنن؟ چه کار باید کرد؟ نظر شما چیست؟ بله، عرض کنم خدمت شما در رابطه با این خبر، امروز همونطور که ما در هفته گذشته عرض کردیم،
آقای خامنه ای طی فتوایی که داده، جلساتی که تشکیل داده، دستور داده به عوامل خودش تروریسم بین‌الملل وابسته به رژیم جمهوری اسلامی و ایشان به عنوان پدرخوانده تروریسم بین‌الملل، همه کسایی که در کارهای تروریستی دنیا تا حالا شرکت کردن و امتحانشون رو به رژیم پس دادن جمع شن و برن با آقای بشار اسد همکاری بکنن و از اتاق فکری که اون ستادی که بعد از کودتای 88 22 خرداد 88 تشکیل شد برای سرکوب مردم و کهریزکی کردن جنبش مبارزاتی مردم ایران، همه اون تجربیات رو جمع کردن و فرستادن که نیروهای سپاه قدس رو که قبلا فرستاده بودن با اسلحه مهمات و بسیج و گروه های ویژه حزب الله لبنان و تعدادی از وفاداران از حماد جهاد اسلامی و گروه های تروریستی دیگه، و از تجربه‌ای که در بغداد در آن موقعی که بعد از خلاصی از دست صدام رژیم جمهوری اسلامی ایران میخواست در نفوذ در حاکمیت همسایش عراق یه امتیازاتی به دست بیاره، همون برنامه رو در حلب پیاده کرد به دستور خامنه‌ای با اتاق فکر نظامی و سیاسی و مشورتی ایشان با همکاری نیروهای ویژه بشار اسد. یه دو هفته درهای حلب رو باز کردن، همه نیروهای مبارز وارد شهر شدن، امروز محاصره کردن، از زمین و هوا اونا رو بمباران کردن، تا اونجایی که ما خبر داریم دارن مردم رو قتل عام میکنن و حمام خون رو میندازن. تا کنون 21,000 نفر کشته شده، بیشترین قتل عام ها در حلب بوده. حلب پایه ورود مبارزین به دمشق، دومین شهر بزرگ سوریه است. به خاطر همین هم است که رژیم جمهوری اسلامی ایران بزرگترین سرمایه گذاریش رو برای این گذاشته که کمک بکنه به رژیم اسد که حلب را با پس بگیره از نیروهای مبارز. آقای ملکی، مسئله جمهوری اسلامی، اجلاسی که تهران گذاشته برای نجات رژیم سوریه رو چی میبینید؟ یعنی واقعا دخالت مستقیم و داره در همه چیزهایی که تا این زمان گفته میشد و مردم ایران هم دقت میکردن که چه وضعی وجود داره، ولی هیچ کس متوجه نبود در جهان که جمهوری اسلامی چگونه چه نقشایی در منطقه بازی میکنه، الان داره رو میشه. این اجلاسی که در تهران شد راجع به همین مسئله که آقای دکتر امید مهر گفتن، به نظر شما دیگه این رو در رو شدن جمهوری اسلامی با جهان آزاد و حمایت از دیکتاتورهایی که مردم خودشونو میکشن، دیگه جای گفتگویی برای جمهوری اسلامی در جهان وجود داره برموندنش؟ بله، جمهوری اسلامی سرنوشتش ظاهرا اینجوری که داره پیش میره، ما از اون اول هم صحبت بر این بود که گره زده به دیکتاتور اسد. این اجلاس در پی این سقوط اسد با توجه به اینکه نخست وزیر سوریه پناهنده شد، چند تا از وزیراش پناهنده شدن و بسیاری از سرانش تو این مدت داره حکومت از اسد جدا میشن و از همپاشدی حکومت اسد نشان دهنده سقوط حکومت بشار اسد. ولی از طرفی جمهوری اسلامی و هر دیکتاتوری، معمولا این دیکتاتورها خویشون اینطوریه که تا اون لحظه آخر فکر میکنن ماندنی هن، همینجور که صدام یا قذافی یا دیگران که تسلیم ملت نمیشن و سعی دارن با این کشتار و روندی که پیش گرفتن سعی کنن که این نظام رو نگه دارن. متاسفانه جمهوری اسلامی، نه بلکه خودش، یعنی خود سران جمهوری اسلامی که از بیخردترین و خرافترین افرادی هستن که اصلا یک جو عقل در سرشون نیست، متاسفانه ملت ایران رو در یک خطر و تهدید جهانی قرار دادن. اینجا اینم یادآوری کنیم که تک تک ما ایرانی ها چه در داخل و چه در خارج شرایطمون حساسه و سکوتمون در قبال این کشتار عظیم، به خصوص اجلاسی که در همین از امروز میشه که شروع شده برای حفظ بشار اسد، این دیکتاتوری که این همه داره جنایت میکنه، این یک اعلام خطر برای کلی ملت ایران، چرا که
سکوت ما در مقابل نظامی که داره هم پول میده هم خط میده، یعنی تمام این الان نقشه های نظامی که همینطوری که آقای دکتر گفتن در عراق در سوریه داره پیاده میشه، دقیقا مو به موش از اتاق فکر ایرانه و نه بشر اسد همچین فکری داشتن نه نظامی هاشون، تمامشون مو به مو دارن افکار نظامی سران ایران اونجا پیاده میکنن و به طور مستقیم در این کشتار دخالت دارن، که امیدواریم این اجلاسی که الان هست به یه طوری مردم ایران اعتراضشون به هر شکل ممکن برسونن، بلا ناقوس خطر به صدا در اومد. آقای دکتر، بر مبنای همین مسئله که صحبت میکنیم، واقعا جامعه جهانی، ملت ایران که متوجه هست بیشتر هستن، ولی جامعه جهانی الان متوجه نشده که این گروه این و این حکومت در 33 سال گذشته رفته رفته روباز طرفدار تمام تروریست هاست و در نشست ها و کمک هایی که تمام به گروه های مخالف آزادی و دموکراسی میرسه و طرفدار یک حکومت دینی مثل طالبان هست داره در تمام دنیا نفوذ میکنه و تا حالا گذاشتن که با پول نفت هم مردم خودش رو به این بدبختی برسونه و هم در منطقه دیگه دخالت در کارهایی رو میکنه و با گروه‌هایی است که برای روبرو شدن با جهان آزاد هست. شما فکر میکنید که مردم ایران در این بیگناهی که دارن واقعا در این کار در سهمی ندارن؟ جهان آزاد فردا اگر فرض کنید که سوریه رفت، که خواهد رفت، همه میدونیم که سوریه میره و تلاش جمهوری اسلامی به نتیجه هم نخواهد رسید، اما اگه بنا باشه فردا جهان آزاد همین کاری که با سوریه کرده و بگذار ملت کشتاری بشه بخوان با ایران بکنن، آیا واقعا ملت ایران باز هم ما باید شاهد یه همچین جنایتی باشیم یا مردم برن اسلحه دستشون میگیرن کشتار داخلی شروع بشه؟ چه کار باید کرد راضی به این مسئله و نظر شما چیست؟ تا کی میشه این آقایون همینطوری افراد مختلفی رو به کار بگیرن در خارج، تروریست های سازمان ها و شرکت های، اگر اطلاع دارید که حتما دارید، تا حتی اخیراً در آمریکا معلوم شده که یکی از نزدیکان و افراد مهم کاخ سفید الان معلوم شده با شرکت هایی که با ایران کار میکردن تا حتی $100,000 پول گرفته، یعنی این کثافتکاری تا حتی در داخل آمریکا هم رسوخ کرده. بنابراین ملت ایران چگونه است که نمیتونه الان خودش رو آماده کنه برای روزی که به این بدبختی نفت؟ هیچ کدوم از ما نمیخوایم، دو چیز رو واقعا نمیخوایم، یکی این که به کشورمون حمله نظامی بشه و کشورمون از بین ببرن، یکی دیگه این که در کشورمون کشتار داخلی بشه و مردم رو به گلوله ببندن مثل حافظ اسد. برای اینکه باور من اینه، نظر شما در اینجا این است، من سوال من این است که باور من بر اینه که کسی که کپول میده به یک حکومت و به گروه های دیگه مثل حزب الله، مثل حماس، که مردم دیگر رو بکشن و الان به بدترین نوعش مردم خودش رو بکشن در سوریه منظورمه، این بنابراین در ایران هم خودش همین کار رو خواهد کرد. به نظر شما چگونه است که همه گروه های سیاسی و ماها ایستادیم تا حتی الان میبینیم فعالیت های میان روها یا اینکه همون گروه های سابق داره باز زیاد میشه که باز هم دارن به خارجی ها همون قولایی که دادن زمان خاتمی اینا که فقط از لحاظ اتمی میتونیم باز کار عقب بندازیم، فکر میکنید در این وسط گروه های آزادی خواه دیگه به چه دلیلی هست که هنوز کنار هم نمیستن و کجا داریم میریم؟ بله، کاملا فرمایش جناب عالی منطقیه و در رابطه با اون سوال قسمت اول سوالتون که علارغم که جهان میدونه که رژیم جمهوری اسلامی ایران یک رژیم تروریستیه و تروریست پروره و به اصطلاح یک رژیم جهادی امام زمانیه و همه مسائل رو آماده میکنه برای کشتار و قتل عام بزرگ در دنیا، چرا جلوش نمیگیرن؟ یه رقمش امروز مثلا در روزنامه ها قابل مطالعه بود که اعلام شده بود که آمریکا یک سپر موشکی در مقابل رژیم تهران برای حفاظت از چاهای نفتی جنوب خلیج فارس به رقم $20 میلیارد پیمانهای نظامی و پایگاه‌های سپر موشکی در جنوب خلیج فارس ایجاد کرده و این غیر از پر کردن انبار تسلیحاتی کشورهای منطقه با اسلحه‌های کلاسیک غیر
دیجیتالی خارج از رده شده انگلستان، اتحادی اروپا و آمریکا. خب به هر حال اونا منافع ملی خودشونو در نظر میگیرن و همون اتفاقی که در سوریه داره رخ میده و ما الان میبینیم که به هر حال رژیم جمهوری اسلامی ایران داره به بشار اسد یه کاری میکنه، کمک میکنه که یه جنگ داخلی بشه، این قضیه طول بکشه، مثل بیروت که 15 سال طول کشید یا عراق حداقل تا سامان بگیره چندین سال و افغانستان چندین سال و تونست رژیم جمهوری اسلامی ایران با درگیر کردن خودش با مسائل اون و بعداً در قسمت‌های نهایی بتونه امتیاز بگیره، یک سر عضو حل کننده بحران در جلسات بین الملل شرکت بکنه. به هر حال شورای ملی ایران اعضای گروهایی که در حال اتحاد هستن این مسائل رو با دقت ریاضی در نظر میگیرن که در داخل ایران همون سناریوهایی که رژیم جمهوری اسلامی ایران برای چند کشور اطرافش نوشته و داره به خاطر موقعیت خودش اینا رو اجرا میکنه و آخرینش در سوریه است، اینو بعدم در ایران نکنه. رژیم جمهوری اسلامی ایران از این کارهای تروریستی که در دنیا میکنه، مثلا لطمه وارد کردن به مواضع حتی توریستی اسرائیلیا در بلغارستان یا تصمیم گرفتن به کشتن سفیرشون در واشنگتن، همه یا کشتن 15 تا مصری در صحرای سینا و باز کردن جبهه جدید در اون منطقه و در جنوب لبنان، همه این مسائل حاکی از این استش که رژیم جمهوری اسلامی ایران خودشو آماده میکنه که فردا یه کاری بکنه که بازهای اسرائیل یه دوتا موشکی بندازن یا بر اثر کارهایی که در خلیج فارس ممکنه انجام میده یا کمکهایی که الان داره به پککه میکنه در مقابل ترکیه، با ترکیه یه مخاصمه ایجاد بشه که اون دوران طلایی آقای خمینی که میگفت جنگم چیز خوبیست و جنگ 8 ساله خودش و صدام علیه ملت ایران برای سرکوب استفاده کرد، با تحمیل یک جنگ دیگه ای بتونه اون برنامه‌ای رو که به عنوان برای شماری کردن امور توصیف شده آقای خامنه‌ای در ایران اجرا بکنه. به خاطر همینم است که کاملا فرمان شما منطقی و همکارم جناب ملکی که تنها چاره منحصر به فرد برای پاتک زدن به این اقدام ضد بشری، ضد انسانی، ضد ایرانیه، رژیم جمهوری اسلامی ایران اتحاد رنگین کمان ملت ایران روی خواسته های حداقلی است و اینو در خارج از کشور 10% اپوزیسیون که در خارج از کشورن شروع کردن و چون امکاناتش در داخل نیست که به صورت علنی رهبرا اعلام بکنن، ولی 90% رهبری عملیات در داخل اینا به هم دیگه پیوستن و تا 9 روز دیگه فراخوان شورای ملی اعلام خواهد شد و اون موقع است که با انتخاب سخنگوی ملت ایران تکلیف مبارزاتی مردم ایران خیلی روشن‌تر خواهد شد. مطمئن باشید که دلسوزان ملت ایران، سربازان گمنام ملت ایران میدانند در کجای تاریخ ایستادن و الان باید منیت‌ها و خودخواهی‌ها رو بذارن کنار، من و توها ما بشویم تا این دومل چرکینو که در طول تاریخ 2500 ساله حتی با حمله مغول و دیگران هم ما نداشتیم، این دومل چرکین را از بدنه پاک کشور عزیزمون ایران به عنوان یک غده سرطانی خارج بکنیم و بندازیم به گورستان تاریخ. آقای ملکی، اخیراً به صورت متعددی اطلاعاتی که از داخل ایران من دارم تا حتی در گروه‌های امنیتی نگرانی‌های وحشتناکی است و بسیار از این حکومت دارن جدا میشن، بعضی‌ها رو که پاکسازی کردن با نفرت دارن و وحشت نگاه میکنن و چه خواهد شد در امور اداری، در کارهایی که در امور اداری هست، در نقطه در رتبه های دوم، یعنی رتبه های اول همش که تمام سردمداران خود رژیم به کار گذاشتن یا اقواماشون هستن یا کسانی هستن که مثل خود اینا فکر میکنن، ولی به پایین خیلی از افراد هستن که در موندن. اونهایی که در این رژیم هستن همشون که مثل آقایون سردارا و آخوندها و آیت الله ها میلیون ها دلار دسترسی به پول های نفت و تجارات مختلف و وارد کردن و صادر کردن هر چیزی در ایران رو که ندارن،
این افراد نمیتونن به جای پناهنده بشن و در این وسط موندن و این شکاف رو ما خواهیم دید و داریم میبینیم. ولی متاسفانه در خارج از ایران دو مسئله وجود داره که برای من قابل سوالی، یکی همین سوالی که کردم از آقای دکتر و جواب دادم، یک سوال دیگه من اینه چگونه است که در این وسط فرض بر این باشه که اگر حکومت هر چه زودتر تغییر کنه یا از بین بره، بزرگترین لطمه رو در این وسط به گروه‌هایی که خودشون مؤمن به اسلام میدونن و یا افرادی از آقایان هستن که در زیر لب شاید در روی نماز آرامش با آرامی میگن خدا یا ببخش که از طرف تو دارن، از طرف دین تو چه کار میکنن. ولی چگونه است که باید همه قشر از ملت برای نجات مملکتشون، برای اینکه کشورشون نابود نشه، برای اینکه همجنسانشون از بین نره، از خودشون بگذرن، ولی جامعه روحانیت با برای فقط قدرت یا وحشت از مرگ یا شکنجه لب فرو بستن؟ واقعا سوال من اینه، به نظر شما در بین روحانیت هیچ کسی وجود نداره یا کسانی وجود ندارن که در مقابل این حکومت لااقل بر اون چیزی که خودشون ایمان دارن برای این نابودی از آینده اسلام و شیعه اثنا عشری در ایران که 100% لطمه زیادی خواهد خورد بعد از این سقوط، هیچ صحبتی نمی کنن یا از قدرتشون یا از وحشت این حکومت لب فرو بستن؟ پس چگونه است مسئله شهادت در اسلام برای کی است؟ برای مردم بدبختی که باور باید بکنن و هر زمانی که اینا بگن هر کاری رو، کشتن خودتون و انسانهای دیگه رو اسمشو میذارن شهادت، حمله به مردم بیگناه دیگر رو اسمشون رو میذارن اسلام گرایی یا آزادی برای ابدیت، ولی چگونه است که خود سردمداران از آنچه که دارن برای نجات اسلامی که خودشون باور دارن کاری نمی کنن؟ آقای ملکی، بله این سوال شما رو ابتدایی در روحانیت هست، من قبلش برگردم یک دور کوتاه بگم ادامه صحبت های دکتر که دو قشت بسیار مقصرن که سومیش هم روحانیت، اولی که همین اصلاح طلب هستن که روحانی هم بینشون هست، اینا موازشون شفاف نیست، 33 ساله میدونن که جمهوری اسلامی حکومتی که با دین آمیخته شده وضعیت، این وضعیت سیاه رو به وجود آورده، وضعیتی که هممون دیگه در جریان هستیم که حتی دین گریزی در جامعه چقدر زیاد شده و افراد به دینهای مختلف که میرن دین گریز هم شدن و اصلا هیچ دین رو قبول ندارن. خب اینا هنوز موازهشون درست شفاف نگرفتن و هنوز میگن اسلامی باشه ولی فقیه نباشه یا مخالفتشون با آقای خامنه‌ایه، یکی دیگه بیا. متاسفانه اینها بزرگترین ضربه رو میزنن. چرا؟ چون همین هستن که الان شریکی در خون مردمی هستن که تو سوریه هستن یا غیره، چون بیخردایی که الان این نظامو دارن میگردونن. خب چرا اصلاح طلبا اینا نمیان که وسط یا اعتراضی بکنن یا این وضعیتو بگن چرا این وضع داره ادامه داره؟ یعنی شما حساب کنید 80 میلیون مثل که در داخل یک کشتی هستن، این کشتی رو دارن میسپارن به سوی دره و به سوی مرگ، یعنی واقعا طوفانی که الان این شرایطی که برای کشور وجوده اصلا قابل تحمل نیست، هیچ کدومش یک ذره عقلانیتی در افرادی که سردمداران نظام هستن واقعا همه کاراشون، چون ببین هر کجا که داره از بین میره مثلا همین بشار اسد اینا میان حمایتش میکنن، یه بخشیش هم میاد اپوزیسیون خارج از کشور، اینا هم یه بخشی اومدن از اصلاح طلبا پیروی میکنن یا خودشون اصلاح طلبن یا هنوز میگن که نه نظام باید اسلامی باشه ولی برای فقیه نباشه. متاسفانه اینا هم بزرگترین ضربه رو میزنن. البته این روزهایی که گذشته گروه‌هایشون اومدن به این اتحاد شورای ملی پیوستن، ولی جای امیدواری هست و اینی که اون بخشایی که نیومدن برای چی میخوان صبر کنن؟ اپوزیسیون در خارج از کشور که دست به اتحادی نزنن و هنوز امیدوار باشن که جمهوری اسلامی بتونه با این سرانش کشور رو به سوی نجات ببره. خب ما همه به این نتیجه رسیدیم که دیگه حتی عمله و کارگر هم در ایران میدونن که این اتهام دین و سیاستی که روز مردم رو سیاه کرده و بخشش روحانیت. روحانیت متاسفانه خبرم که چند روز پیش خوندیم اینه که حتی اینا میخوان که مهد کودک‌ها رو بدن به طلاب، یعنی دیگه فاجعه است، فاجعه که 33 سال شروع شده در مسخ انسان‌ها، 33 سالی که مردم انسان زدایی، انسان ستیزی، حقوق بشر، اصلا بشر رو قبول ندارن که حقوق براش
در نظر بگیرن. اینا وقتی که به عنوان دین میان انسان جدا میکنن، احترام و کرامت به انسان نمیذارن، به باورش احترام میذارن. یکی بیدینه، یکی زرتشته، خب اون میگه نجسته، اون یکی بیدینه، اون یکی کافره. در صورتی که مردم متمدن جهان و کشورهای متمدن جهان انسان رو احترام میگذارن با هر دین و عقیده‌ای. مثل یه پزشک، برای یک پزشک فرقی نداره طرف آدم بدی باشه یا خوبی باشه یا آدم جنایتکاری باشه، پزشک قسم خورده که اینو معالجه کنه. حکومت هم همچنین باید باشه، حکومت باید در راه اصلاح و همه رو با یه چشم ببینه و جهت اصلاح خال کنه. ولی حکومتی که دینی شد، میان همه رو شقه شقه میکنن مردم، تو کافری، تو میدینی، تو زرتشتی، تو سنی هستی، و همین اختلافا رو میندازن که بیشتر بر مردم سوار شن. خب روحانیتی که دارن میبینن که روز به روز وضعیت مردم، شرایط اقتصادی مردم، همه یعنی ناهنجاری های اجتماعی داره پیش میاد، چرا ساکتن؟ واقعا اینجا باید اینو گفت که در صورت عدم اعتراض روحانیت به وضعیت کنونی، روزهای بسیار خطرناکی برای خودشون دیدن. چرا روزی این ملتی که اینقدر خشمهای خروخ افته دارن و عصبانی هستن از وضعیت کنون و همه رو دارن از چشم روحانیت میبینن، الان دیگه یه عکس آخوند میزنی تو فیسبوک به فوش میدن؟ یعنی وضعیت این دوریه. خب اینا باید بدونن که اگر که بخوان حامی همین حکومت باشن و مسیری که آقای کاظمینی مرجدی رفت، گفت که باید حکومت از دین جدا بشه و روحانیون بخش کارهای معنویشون رو انجام بدن، نخوان حمایت کنن و هنوز حمایتشون رو حتی بر دیکتاتوری مثل آقای خامنه‌ای که ادامه بدن، از اون طرف خامنه‌ای هم داره از بشار اسد حمایت میکنه یا دیکتاتورهای دیگه، خب این آینده بسیار خطرناکی برای روحانیت داره. و پیش از اون که به همچین جایی برسه، کاش یه مقدار حرکتی یا این برنامه‌ای که حالا هست یا بعضی از روحانیت که انگوش شماری اعتراض میکنن به وضعیت کنونی، اینا هم بیان بپیوندن. وگرنه باید گفت که بعد از تغییر ساختاره، چون این دیکتاتور که ماندنی نیست، اگر ماندنی بود که سرکوب نمیکرد. حکومت ایران میدونه که بدون سرکوب نمیتونه پایدار باشه. یه روز اینا سرکوب نکنن، به طور قطع میدونن که اعتراضات و اعتصابات شروع خواهد شد و به همین دلیلی که سرکوب میکنن. اما آیا یه بخشی من این سوال شما در توی که آیا ایران سوریه میشه که اینا خون، به شما بگم نه، در تو با این جدا شدن نیروهای امنیتی سپاه، از جمله که من خودم 7 سال در جبهه بودم، بسیاری از بچهای سپاه و بسیج میشناسم، خود حکومت هم میدونن که بچهای سپاه و بسیج در خصوص در زمان جنگ و بعدش اینا که الان کاری هستن، که اکثرشون البته بازنشست کردن، ولی همونام که حتی بازنشست شدن و اینا رو بازنشست اجباری هم کردن، چون معترض بودن یا به شکلی میدونستن این آدم هایی هستن که در مقابل ملت ایران وای نمیستن. اینا به طور قطع به شما این قوله میدم که ملت ایران هم خودشون میدونن که اگر روز این حکومت بخواد دست به کشتار بزنه، از داخل خود ارتش و سپاه بسیار بچه های شرافتمندانی هستن که همونجا تکلیفشون رو با اونا خط قرمزشون قبلا هم اعلام کردن، ملت ایرانه و هرگز جریان مثل سوریه در ایران اتفاق نخواهد افتاد. اگر جنبش نافرمانی مدنی شکل بگیره، به طور قطع بسیار از نیروهای سپاه، بسیار از بچهای ارتش هستن که شدیداً مقابل اینها وای میستن، قبلا هم به تاریخ‌های اعلام کردن، منتها وضعیت چوریه که الان نمیتونه که مثلا فرض طرف بکشه کنار یا استعفا بده، خب چجور زندگی کنن؟ بنابراین هستن منتظرن روزی که اون اتحاد ملی شکل بگیره، نافرمانی های مدنی و اعتصابات شروع بشه، به طور قطع این ریزشی که گفتی بیشتر و بیشتر خواهد شد. الان هم خیلی از خلبان ها نیروی ارتش و غیره رو اینا رو بازنشستی اجباری کردن، حتی ما موقعی که در تهران بودی بچه های وزارت کشور، بچه هایی که جبهه رفته بودن، اینا رو بازنشست اجباری حتی در وزارت کشور، حتی در وزارت خارجه با 25 سال یا بهشون میگفتن بیاد بازنشست بشید. به هر شکلی ممکن خودشون میدونن شرایطی که ملت ایران با ملت سوریه تفاوت داره و فقط باید این شورای ملی و اتحاد ملی چیزی که هست در خارج از کشور ما دستمون به دست هم بدیم و پیش از این که ایران مورد حمله قرار بگیره، چون دیگه فایده ای نداره، نوشدارو بعد مرگ سهراب بی فایده است،
دستمون رو به هم بدیم و پیش از اینکه ایران مورد حمله قرار بگیره بتونیم اثرات مثبتی رو بر روند جاری ایران بگذاریم. مرسی آقای دکتر. نظرتون راجع به دارید می‌بینید چطوری نزدیکان و بزرگان سوریه دارن پاشیده میشن و برمیگردن به طرف ملتشون و پیوستن رئیس دفتر آقای اسد رئیس جمهور سوریه به مخالفین بسیار بسیار جالبه. در هفته‌های گذشته افراد بسیار مهمی از دولت بریدن و به طرف مردم رفتن. نظر شما چیست؟ آیا این نمونه‌ای خواهد بود که نه به صورت اینکه امیدواریم که ایران هیچ وقت به سوریه به وضع موقعیت سوریه نرسه، ولی این امیدی پیش میاد که در داخل ایران هم همینطور که ایشون رو فرمودن آقای ملکی گفتن که نه خیلی ها هستن، و آیا در گروه های سیاست مدارا و دیپلمات هایی که الانه در خود جمهوری اسلامی کار میکنن به نظر شما افرادی هستن بالاخره اینا افراد تحصیل کرده و بیشتر از آخوندها در سیاست جهانی بالاخره دست دارن یا تبحر دارن یا اطلاعات دارن، آیا اینها هم جز خودشون رو میگذارن جزو گروه های تندرو یا جمهوری خواهان جمهوری اسلامی طرفداران جمهوری اسلامی که کشور رو به اینجا آوردن و خودشون رو فدای یک تفکر غلط میکنن و نابودی ایران، یا اینکه واقعا از اینها هم شما امیدی دارید از همکارانتون همکاران سابقتون یا کسانی که در وزارت خارجه هستن و دیپلمات هایی که در سراسر کشور نماینده های ایران هستن که در هر حال اونها هم کمکی به آزادی ملت ایران خواهند کرد؟ ببینید الان به علت اینکه رژیم جمهوری اسلامی ایران تعداد آمار کارگران آمار کسانی که کار میکنن و هر ساله به سازمان ملل متحد و بانک جهانی که میخواد عضوم بشه به خاطر همین هم آمار میداد آمار کار بده تحصیل کرده های دانشگاه به عنوان کسایی که کار میکنن رو میداد. به خاطر همین هم است که الان ایران یه جمعیت جوان بسیار تحصیل کرده دانشگاه دیده دارن. الان به وزارت خارجه و دستگاه های اداری کشور غیر از اون دهه اول انقلاب بقیه کارکنانی که بعد از اون دهه اول انقلاب اومدن همه تحصیل کرده لیسانس به بالا هستن. وقتی هم سواد و درس و تحصیلات و درس‌های علوم اجتماعی انسانی هست آگاهی روشنفکری هست. به خاطر همین هم هست که هرگز وقتی با مسائل رژیم رو بررسی میکنن میگن که الان چرا ما باید در انزوا قرار بگیریم، چرا درآمد نفتی که طی مدت که آقای احمدی نژاد بوده برابر 150 سال درآمد نفتی ایران بوده ولی ایران بدبخت‌تر و ملت ایران فقیرتر شده. اینا رو وقتی بررسی میکنن میبینن که به علت حاکمیت فعلی هست. بنابراین آنچه که مسلمه در رأس هرم به علت ریزش خیلی از نیروها، اگر بگیم که فرد بفرمایید 1000 نفر باشن و نیروهای وفادار اینا هم در ارتش در سبابت 10000 نفر باشن، در صف و حتی در ستاد رژیم دستگاه‌های مدیریت متوسط و بالا مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند. شما در مورد بشار اسد گفتید، در مورد بشار اسد همین هفته گذشته نخست وزیرش اعلام پناهندگی کرد، امروز دیروز هم رئیس دفتر کاخ ریاست جمهوری این کار کرد. و شما میدونید که وقتی رئیس دفتر رئیس جمهور این کار میکنه یعنی اسناد به کل سری رو داره و علت این که اینا دارن ریزش میکنن به خاطر این که الان در داخل حاکمیت بشار اسد دو نیرو هستن، یه عده‌ای که ملی مردمی هستن و میخوان مسئله سوریه رو بر اساس ملیت خودشون حل و فصل بکنن و یه عده‌ای بشار اسد هستن که گوش به زنگ تهران و فرمانشات آقای خامنه‌ای دارن با سیاست النصر بالرب. علت ریزش این همه هم 57 از دیپلمات‌هاشون طی این 17 ماه به اپوزیسیون پیوستن، دیپلمات‌های درجه یکشون از سفیر و سرکنسولشون بسیاری از این فرمانده‌های نظامی اصلا کابینه اکثریت کابینه‌شون همه پناهنده شدن و در مقابل رژیم قرار گرفتن برای اینکه مخالف دخالت‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران و حد بومی اون هستن، حد محلی و سوریه اون مسئله هستن. در رابطه با ایران هم مردم ایران
مخصوصا اون اطلاعی که ما در مورد همکارامونم داریم طی 3 سال گذشته بعد از تشکیل کمپین سفارت زد، از تماسایی که با ما گرفتن، نامه‌هایی که داریم، اسناد اطلاعاتی که با نام‌های مستعار برای ما از دقیق‌ترین و حساس‌ترین قسمت ها، حتی از بیت رهبری، از سپاه قدس، از وزارت کشور، از ریاست جمهوری، از نهادها اطلاعات برای ما میاد، نشان میده که اکثریت قریب به اتفاق کارکنان دولت در نهادهای قوه اجرایی، قوه مقننه، حتی قانونگذاری قلابیشون که مجلس هم باشه، پشت به اینا کردن، رو به ملت ایران و در حال مبارزه. به خاطر همینم که ما میگیم که جنبش ملت ایران اگر در سال 88 یه جنبش سبز طبقه متوسط بود، الان طی 3 سال گذشته تبدیل به رنگین کمان ملت ایران، شامل جنبش سبز هم شده و تجربیاتی که الان در سوریه اینا میبینن در مورد ایران هم اینا رو در نظر میگیرن. مخلص کلام اینه که کمپین سفارت به عنوان یک شاهد زنده میتونه به استحضار هموطنان برسونه که اکثریت قریب به اتفاق 99% کارکنان وزارت خارجه کاملا به جنبش ملت ایران پیوستن. اون 1% یا اندکی بالا 1.1% هم به علت وابستگی شدید به همون 10% اول بالای رأس 1% بالای رأس احرام قدرت هست که اگر قدرت را از دست بدن همه چیز را از دست خواهند داد. به خاطر همین هم هست که ما بسیار امیدواریم و اطمینان داریم که همونطور که اخیراً در یک درکه 500 نفر فقط به خاطر اعتراض نیروی انتظامی به دختری که حجاب کمتر رعایت کرده بود، 500 نفر ریختن ماشین انتظامی رو فراری دادن، شعار مرگ بر خامنه ای دادن و اون چند نفری رو که گرفته بودن در واگن گذاشته بودن اونا رو آزاد کردن. مردم ایران منتظر آتش زیر خاکستر ایران، منتظر یه سیریز، منتظر یه اقدام ضد بشری دیگه است که به صورت انفجاری بریزه و این رژیم ضد بشری رو به گورستان تاریخ بسپاره. خیلی متشکرم. اجازه بدید که بریم یک کوتاه یک تنفس بگیریم، یه بریک بگیریم و برگردیم و ترجیح میدم که نگاه کنیم به یک تقریبا فیلمی از بزرگان، از شجاعان، از شیرزنان، از شیرمردانی که با کلامشون، صلاحشون کلام ایران پرستی است و انسان دوستی است. نگاه میکنیم و برمیگردیم با دوستانمون در و در اروپا صحبت میکنیم و امیدوارم مسائلی که ما امروز بیان میکنیم مورد توجه قرار بگیره و ادامه خواهیم داد و نظریات شما رو میخواهیم بپرسیم. خواهش میکنم اگر نظری دارید حتما اینها رو به www.nitvusa@gmail.com اصلا همه اینها رو نظراتون رو بپرسید. اگر بخواید صحبتی بکنید، سوالی دارید، به زودی یک ایمیل دیگه مستقیما برای این برنامه خواهد شد که نظرات شما رو و سوالاتی که میخواید داشته باشید و نظریاتی که دارید، اگه اطلاعاتی دارید برای ما بدید، خیلی متشکر میشیم. میریم و برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. از خاکم و هم خاک من از جان و تنم نیست، از خاکم و هم خاک من از جان و تنم نیست، انگار که این قوم غضب هموطنم نیست. اینجا قلم و حرمت و قانون شکستند، با پرچم بیرنگ بر این خانه نشستند، پا از قدم مردم این شهر گرفتند، رأی و نفس و حق همه با قهر گرفتند، شعری که سرودیم به صد حیله ستاندند، با ساز دروغی همه جا بر همه خواندند، با دست تبر سینه این باغ دریدند، مرغان امید از سر هر شاخ پریدند. بردند
بلند از این خاک مصیبت زده نعمت، این خاک کهن بوم سراسر غم و مهنت، از هیبت تاریخیش آوار به جامان، یک باغ پر از آفت و بیمار به جامان، از طایفه رستم و سهراب و سیاوش، هیهات که صد مرد عزادار به جامان، از مملکت فلسفه و شعر و شریعت، جهل و غضب و قفلت و انکار به جامان، دادیم شعار وطنی و نشنیدند آواز هر آزاده که بردار به جامان. دیروز تفنگی به هر آینه سپردند، صدها گل نشکفته سر حادثه بردند، خمپاره و خون بود و شب و درد مداوم، با لاله و یاس و سنم و سرو مقاوم، آن دسته که ماندند از آن غافل ها دور، فرداش از این معرکه بردند غنایم، امروز تفنگ پدری را در خانه بر سینه فرزند گرفتن نشانه. از خون جگر سرخ شد اینجا رخ مادر، تب کرد زمین از سر غیرت که سراسر فرسود، هوای وطن از بوی خیانت، از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر، امروز نگاهی که به چشمان امانت، غافل که تبر خانه جز بیشه ندارد، غافل که تبر خانه جز بیشه ندارد، از جنس درخت است ولی ریشه ندارد، هرچند که باغ از غم پاییز تکیده، از خون جوانان وطن لاله دمیده، صد گل به چمن در قدم باد بهاران می روید و صد بوسه دهد بر لب باران، ققنوس به پا خیزد و با جان هزاره پر می کشد از این قفس خون و شراره، با برف زمین آب شود ظلم و قساوت، فرداش ببینند که سبز است دوباره. میهنان آزادی خواه، همونطور که میدانید تلویزیون ملی ایران از تأسیس دوره جدید تا کنون تقاضای همیاری از شما نداشته است. در چند ماه گذشته و با تلفن و ایمیل های متعدد شما دلیل قطع سیگنال بر روی ماهواره های اروپا و ایران را از ما جویا شدید. جهت اطلاع، متاسفانه مدیرعامل تلویزیون ملی ایران نمیتواند به تنهایی هزینه بالای ماهواره ها را بپردازد و پاسخگوی خواست آزادی خواهان ایرانی باشد. بنابراین از این هفته از شما که خواهان آزادی و حمایت از یک حکومت سکولار، حقوق بشری و برابری همه انسان ها هستید، تقاضای همیاری دارد و امیدوار است مثل همیشه انای تیوی، تلویزیون ملی ایران با سربلندی در خدمت ملت ایران از حمایت شما برخوردار باشد.
با سپاس فراوان، مدیر عامل و کارکنان تلویزیون ملی ایران. بله، بسیار واقعا این شیرزن تنها، البته ایشون نیستن، ولی واقعا باید در آینده زنان ایران رو با احترام زیادی باش برخورد کرد، برای اینکه مبارزاتی که در ایران میشه زنان بیشتر از مردان دارن واقعا از جانشون مایه میگذارن برای آزادی، و درست هم هست، برای اینکه تا اولین کسانی که انسانهایی که حقشون رو به عنوان یک انسان گرفتند زنان ایران بودند، و این رژیم و با این دلایل و با این قوانین عقب افتاده انسانها رو به صورت برده نگاه میکنه. و در همین حرفایی که شما زدید، برای اینکه الان بچه های کوچک هم اینا میخوان به دست بگیرن، با فاجعه‌ای که وجود داره، با تفکری که اینها دارن که دختر 9 ساله رو میشه بغلش خوابید یا با دختر 13 ساله میشه ازدواج کرد، ببینید چه جنایاتی دیگه پشت این پرده ها خواهد بود. ولی باید یک فکری کرد. ببینید الان توی این خانم خیلی هستن، خیلی زنان، خیلی جوان و پیر هستن، زنانی که مبارزه کردن، زنانی که بیگناه اعدام شدن، زنانی که مورد ظلم مردان قرار گرفتن، ولی وقتی که باز هم مردان رفتن شکایت کردن، زنان رو به زندان انداختن، زنان رو تجاوز زدن، زیادن. ولی الان خانم صدیقی، خانم لیلا صدیقی، نگاه کنید اشعاری که این زن گفته، باور کنید در این زمان اشعاریست یا تمام سخنرانی های گروه های آزادی خواه در تمام جهان هم نمیشه با این مقابله کرد، چون خیلی راحت میشه در لندن نشست و شعر گفت، خیلی راحت میشه در فرانسه و آمریکا نشست و شعر گفت برای آزادی، ولی در این حکومتی که نفس رو میگیره شجاعتی میخواد، از جن گذشتگی میخواد. آقایون آخوندها، شهادت برای آزادی، ببینید نه دین میشناسه، نه نژاد میشناسه، نه سن میشناسه، نه قدرت زبان، و اینها شجاعانی هستن. و نگاه کنید خانم لیدا الان چند وقته چه ظلمی داره میشه. خانم لیدا صدیقی است که در زندان هستن. نگاه کنید این زن با این تفکرش، با این زبانش، نمونه زنهای ایرانی است که در زیر چکمه ها، نه در زیر نعلین این آخوندها، دارن بیگناه در گوشه های زندان اسلامی جون میدن. خانم نسرین ستوده یکی دیگه از این زنانی است که با چه وضعی، با چه موقعیتی در زندان افتاده. خانم نرگس محمدی یکی دیگه از زنانی است که در زندان افتاده. من نمیدونم، من میبخشید واقعا آقای ملکی، منو ببخشید، من میدونم واقعا خودم هم گاهی وقتا متوجه میشم چرا من همش این سوالا رو از شما میکنم، ولی به خدا به ایران قسم دلیلش اینه که شما شاید کمک کنید که من بفهمم. شما چون در خانواده دینی بزرگ شدید و افرادی در خانواده شما بودن که بالاخره بزرگان دین بودن، جا دنبال این میگردم که واقعا الان چی پیش اومده. این اسلام واقعی است که ما نمیدونستیم چی است، و این اسلام زن ستیز و انسان ستیز در ایران مانند گرگی در بیشه های قایم شده بود، و یا ما چشمامونو بسته بودیم. اگر نیست، پس در اسلام، اون اسلامی که میگفتن نه، یا بعضی ها میگن نه این نیست، کجا هستن؟ چگونه است این همه ظلم به مردم میشه؟ واقعا آقای ملکی، واقعا زن در اسلام یعنی چی؟ چگونه است که مردانی که در اونجا ایستادن، اصلا مسلمان یا غیر مسلمان، چگونه تحمل میتونن بکنن که تو کشورشون، توی ایران با اون تاریخشون، الان زنا رو اینطوری بهشون تجاوز میکنن؟ حق گفتگو، گفتمان در ایران وجود نداره. من اصلا نمیخوام از حکومت سابق دفاعی بکنم، ولی نگاه کنید بعد از 33 سال نشون داده میشه. در اون زمان گروه های، همه گروه ها داشتن تمام تلاش میکردن که آزادیشون رو به دست بیارن، و هر چی کاری میخواستن، هر چیزی رو گنده میکردن. الان کسی نمیشینه عادلانه برای خودش مقایسه کنه و بگه که آقا از کجا به کجا رسیدیم، و الان بعد از این 33 سال بدبختی آیا باید باز هم
یک قدم به عقب یا به جلو بریم یا برای همیشه تمام کنیم این مسئله رو. من ببخشید آقای ملکی، اول شما راجع به این مسئله ببینید، واقعا من همش دارم به شما میگم آقای ملکی چگونه است شما که اینقدر آشنایی داشتید واقعا در جامعه دینی ما، خود آقایون آیت الله ها، خود آقایون معممین با زنانشون به همین صورت بردگی رفتار میکنن، با دخترانشون همین صورت رفتار میکنن، بعد میخوان اینو برای جامعه ملت ایران و تاریخ ایران به سوغات بیارن و آوردن. دقیقاً اینا میدونه شما که اسم زن رو اصلا اسمش صدا نمیزنن، مثلا میگن ننه علی. یعنی در ایران مخصوصا از زمانی که اسلام اومد این چنین شد، وگرنه ما میدونیم که در زمان هخامنشی زنان حقوق داشتن، یعنی بیش از 2500 سال قبل زنانی کار میکردن و بعد زمانی که حامله میشدن اینا مرخصی میگرفتن. الان این اسنادش هست و مثلا مثل همین کشور اروپایی، منتها ایران در 2500 سال پیش اون موقع اینجور بودی که زنان چنین حقوقی داشتن، بیمه داشتن، سر کار میرفتن، حقوقشون میرفتن، ایام مرخصی داشتن غیره. ولی الان با توجه به شرایط کنون بیش از نیمی از جمعیت ایران خوب زنن و اینا از هر گونه حقوقی محروم هستن و بیشترین ظلم ها و تجاوز و اجحاف هم اتفاقا در حق زنان شد. چرا که به زنان در زندان ها بیشتر تجاوز کردن، چرا که زنان تحت فشارهای روحی و روانی بیشتر قرار دادن و الان هم میدونیم بعد از انقلاب زنان در بیشترین فشار قرار گرفتن. حتی در قانونهایی هم که اینا دارن شما میدونید در قوانین اینها برای نمیدونم بیزه چپ مز 66 شطوره، بعد برای دیه یک زن مسلمان 33 شطوره. قوانین خیلی چیز دارن، یعنی علایه حال بالاخره ببین هر اندیشه، حالا چه دین اسلام باشه یا مسیحی باشه یا در تو اندیشه که با شمشیر بخواد تحمیل بشه اون دیگه ارزشمند نیست. دین باید یه چیزی اختیاری باشه که آزادانه بپذیریم. ولی خب متاسفانه این قشری که الان در جمهوری اسلامی سر کار هستن اینا دیگه جز عقب افتاده ترین و خرافه ترین این بخش هستن که حکومت به دست گرفتن که به هیچ چیز زن قبول ندارن. الان هم که شرایط زنان نسبت ما مثلا مثل افغانستان نیست، به طور حد بدونید که اگر که مقاومت زنان نبود، چون از روز اول انقلاب این زنان بودن که در مقابل رژیم وایستادن و اعتراضاتشون تا امروز ادامه داره و حتی اینا چون نتونستن حقشون رو بگیرن خب به دانشگاه ها روی بردن که شما میدونید که 60% تا 70% دانشگاه الان زنان هستن و دانشگاه رو پر کردن. به این دلیل بود که بتونن یک راه فراری پیدا کنن از طریق درس خوندن، از طریقای دیگه بتونن که در مقابل رژیم بایستن. ولی متاسفانه این رژیم هر چقدر که میتونه تو سر زنان زده و این روندش رو ادامه داره و باعث تعجب هم هست که روحانیت ما این همه اچاف که به زنان میبینه که در رود زنان هست هنوز هم میاد از بعضی از کارهای عقبگرد، مثل نمیدونم آقای صافی هر روز میاد یه مطلبی میگه یا مواردی میگه که اینا زن ستیز هستن. دقیقا اینها با زن مخالف هم و زن هم به عنوان یک کربه، به عنوان یه چیزی میدونن که برای حطفای برای هوس خودشون، یعنی به دیده زن به عنوان یک انسان نگاه نمی کنن، بیشتر اون سمت چیز جنسی و شهوانیش نگاه میکنن و اینا تناظر فکریه واقعا که یک انسانی رو شما از زندگی محرومش کنی، از آزادی محرومش کنی چون در یک چیز خاصی بخوای. و متاسفانه اینا بیشتر تو اون بود دارن کار میکنن و امیدواریم که شرایطی که پیش میاد یک تغییرات گسترده‌ای داشته باشیم. بالاخره این زنان هستن که میدونیم در تغییر سرنوشت خودشون به طور مؤثر بیش از مردا الان آگاهیشون بالاتر رفته و میتونن تاثیرگذار باشن. آقای دکتر، بر مبنای همین حرف شما میدونید 77 رشته رو چطوری اصلا من باورم نمیشه 77 رشته زنان حق ندارن؟ یعنی واقعا دارن اینا نابود میکنن انسانهایی رو که جنس زنن، دارن نابود میکنن. و این فاجعه، ببینید من اینطوری برداشت میکنم،
اگر رشد جامعی به یگانگی و به صورت مساوات برقرار نشه و که گروهی رو محروم کنید، اگر یک زمانی تا حتی به این گروه آزادی بدید نمیتونه به جامعه برسه. و چگونه است که در این کشور، در این دنیا، در قرن 21 این حکومت رو دنیا اصلا گذاشته بمونه و از منافع اون چیزی که خودش میخواد، درگیری های بین ادیان و نشون دادنه که دین ها وقتی به قدرت میرسن، بعد اینکه خودشون رسیدن، مسیحیت هم این کار کرد و بری الان میبینی در تمام کشورها ادیان هستن، مسیحیت هم هست، ممکنه رأی هم بیارن و هر کسی برای دینش رأی بده، ولی در دنیا قدرت رو از حکومت های دینی گرفتن. در ایران نگاه کنید چگونه یک زنسان رو به عنوان اینکه جنسش زن هست، از آموختن، از دانش یاد گرفتن، از انسان برتری شدن، چگونه میتونه یک دولت اینو محروم کنه و چگونه ملتی میتونه طاقت بیاره آقای دکتر؟ بله، عرض کنم این دستورالعملیست که بعد از اون جلسه مهمی که آقای خامنه‌ای فراخوان میده، آقای هاشمی و بعضی از نزدیکان ذوب شدگان به دربار ولی فقیه و برای نجات رژیم، در اون اتاق فکری که آقای هاشمی و ولایتی هستن، هم راجع به هم برای نجات رژیم از لحاظ مسائل داخلی و هم راجع به گرفتاری‌های خارجی، اینا یه پیشنهاداتی میدن. از جمله در این اتاق فکر بررسی شده که زنان طی این چند سال گذشته هر سال 60% قبول شدگان کنکور بودن. بعد به این نتیجه رسیدن که طی 33 سال که اینا جوانا رو شستشوی مغزی دادن، در مدرسه، در دبیرستان، در دانشگاه کتابا رو تحریف کردن، اصلا راجع به تاریخ گذشته حرفی نمیزنن، آنچه که هست راجع به مسائل اسلام، پیشرفت‌های اسلام و نمیدونم غزوات حضرت رسول یا موفقیات حضرت علی و ائمه اطهار و اینا، راجع به تاریخ نیست و آنچه که هست از خمینی به بعد، از سال 57 به بعده. بعد به این نتیجه رسیدن در این اتاق فکر که خب این برمیگرده به این زنان ایران که 50% جمعیت ایران هستند و باسوادترین قشر جامعه ایران زنان ایران هستند. پس برای اینکه جلوی فاجعه رژیم، یعنی استحلال رژیم گرفته بشه، رژیم مثل جنی که از بسم الله بترسه، از اطلاعات، از مبادله آزاد اطلاعات و اخبار، از علم، از دانش، از آگاهی، از این جهانی، از آنچه که برای رفاه بشریت و قوانین بشری هست میترسه، وحشت داره. و چون زنا به هر حال باید خانه و منزل و این مسائل رو اداره بکنن و هر روز با پوست و گوشت و استخوانشون مشکلات مادی خانوادهشون رو درد میکنن و هر روز هم نمیتونن برن تو خیابونا تظاهرات بندازن، را بندازن، تنها کاری که از دستشون برمیاد واقعیت ها رو به فرزندان گفتن. آن شستشوی مغزی که در مدارس میشه، در منزل پاک کردن، واقعیت ها رو در اختیار فرزندان گذاشتن. بعد رژیم به این نتیجه رسیده که خب این ما که اینا رو شستشوی مغزی دادیم نشد، پس مادرها این کار کردن، پس چیکار باید بکنیم؟ در دانشگاه رو به بهانه این که این 77 رشته مردانه است و نمیشه و اگر بخوان بیان در دانشگاه شرکت بکنن باید به صورت اختلاط با مردان در کلاس ها شرکت بکنن، بنابراین 33 تا 23 تا رشته مختص زنان هست که اونا دیگه هیچ پسری مردی شرکت نمی کنه، اونا هستن بلکه بتونن جلوی آگاهی مردم رو بگیرن، ولی دیگه کار از دستشون در رفته. و الان امروز آخرین خبر این بود که آقای هاشمی رفسنجانی به دنبال این که دخترش فائزه رو فرستاده، قبلا هم پسرش محسن در خارج بوده، پسر دومش هم امروز فرستاده خارج و حتما میدونه که چه اتفاقاتی در ایران رخ خواهد داد. همونطور که در جنگ 8 ساله صدام و خمینی علیه ملت ایران فرزندانش رو به هیچ عنوان حتی یک روز هم به جای پای جنگ نفرستاد، الان هم اوضاع احوال ایران به یه جایی رسیده که این میخواد نسلش رو از اوضاع احوالی که در ایران ممکنه رخ بده نجات بده.
آنچه که مسلمه مردم ایران به خصوص 50% زنها فرزندان خودشون رو درست در لحظه ای پرورش دادن و گفتن فرزند من گول اومده، دیو اومده در شهر در ایران، من تو رو با شیره جانم پرورش میدم، بزرگ میشی، واقعیت ها رو به تو میگم، از فداکاری نیاکان ما این دیو رو از مملکت ما فراری میدی و مملکت ما رو دوباره به خودمون به مدیریت ایرانی برمیگردونی. به خاطر همینم است که این همه مشکلات اینا برای خانمایی ایجاد کردن. امروز شنیدم که مثلا رئیس این کمیته المپیک ایرانی گفته که اگر المپیک فقط مخصوص مردان بود ما نهم میشدیم. ببین چقدر اینا ضد زن و ضد زن ستیز هستن. در تایید فرمانشو جناب آقای ملکی همکارم که اون قسمت شرعی قضیه رو مطرح کردن که اصلا رژیم جمهوری اسلامی ایران کاتولیک‌تر از پاپ در این مورد، بعضی مواقع اون چیزهایی هم که هست اینا هزار برابرش رو سختتر و شدیدتر اجرا میکنن. نه. آقای ملکی لطف کنید شما ببینید، آقای خامنه‌ای از آیت الله سیستانی خواسته که حکم جهاد بده به نفع آقای اسد. اولا ممکنه بفرمایید از لحاظ دینی این دو نفر یعنی خامنه‌ای و آیت الله سیستانی در چه مقام دینی وجود دارن؟ آقای آیت الله سیستانی بالاتره آقای خامنه‌ای که خیلی میگن اصلا آیت الله نیست و نمیدونم چطوری به این مقام رسیده، ولی من شاید من اشتباه میکنم یا اینایی که میگن اشتباه میکنن، چه و چگونه است که حکم میدن به یک آیت الله دیگه که شما هم وارد بشید و بر علیه یک آدم کش دیگه که ملت شو میکشه حکم جهاد بدید؟ آقای خامنه‌ای که زمانی که خودش صحبت از این بود که آیت الله بشه من رجوع خوم اعتراض کردم چون ایشون آیت الله نبود، یه دفعه شب خوابید و صبح شد آیت الله. بعد خود خامنه‌ای اومد در تلویزیون صحبت کرد که من آیت الله خارج از کشورم. من دقیقا این صحبت شدم هست. یعنی ببخشید منظورش چی آیت یعنی تحصیل کرده خارجه؟ یعنی چی خارج از کشورم؟ نه نه گفت که من مقلدین من خارج از کشورم، مثل این مثلا پاکستانی ها و نمیدونم همین آخه هزینه های یه سری طلاب میان تو قم درس میخونن، میدونی که طلابی که در قم اینا یورو هم میگیرن، دلار یورو، که یکیشون رو با من صحبت میکرد میگو من در دور شهر قم چند سال پیش 15 سال پیش میگفت یه خونه خریدم 15 میلیون بعد یک سال شده 35 میلیون. آقای خامنه‌ای خیلی خوبه تعریف میکرد، بعد من تاییدش در آوردم گفت آره به ما حقوق میدن و دلاری و اینا، اینا میان حقوق میگیرن بعد میرن در خارج از کشور تبلیغ میکنن و یه سری پولا میدن، اینا پاکستان، افغانستان، نمیدونم جای کشورهای آفریقایی هم زیادن. بعد اینا آقای خامنه‌ای گفت من خارج از کشور منظور همون هاست، یعنی کسانی که پول ملت بینوای ایران میبرن خارج از کشور میدن به اونا، بعد به اونا میگن که شما از آقای خامنه‌ای تقلید کنید. آقای ایشون گفت که من آره مرجع خارجم. بنابراین الان این صحبتی که از آقای سیستانی خود این واقعا اینو باید بگیم که در سوریه متاثریم که هر خون انسانی که به زمین ریخته میشه واقعا باعث تاثیره، ولی هر چقدر خون بیشتری در سوریه ریخته بشه به طور قطع بدونید پایه های حکومت ایران سریعتر فرو میریزه، به این دلیل که رسوایی اینها بیشتر از اون چیزیه که تا حالا بوده و باعث میشه که ملت سوریه بدونن که چه کسای حامی بشار اسد بودن. خب آیت الله سیستانی لحاظ مرجعیت بالاتر از آقای خامنه‌ایه و اون واقعا مرجع است، از چند سال قبل به عنوان مرجع بود و این کاری که 100% نمیکنه، ولی اینکه از این خواسته شما به طور قطع باید بدونید که این جهت سقوط خودش داره قدم برمیداره. ولی اگر آقای خامنه‌ای یک ذره عقداش که نمیمد حکومتی که داره از هم از داخل هم داره فرو میشه و تمام اسناد مدارکش هم الان هست، همین 48 نفری هم که چند روز پیش گرفتن اینا نظامی بودن، بعد اول ایران گفت نه و اینا، بعدن دیدن که رسواییش همه جا پخش شده اینا گفتن بله اینا بازنشسته های سپاه و ارتش بودن. ببین یعنی ببین 48 نفر تو این زمان جنگ فرستادن اونجا، خب معلومه میگه نیروهای دیگه هم بوده، حالا اینا لو رفتن و در رفتن، به شیک های مختلفی دارن اونجا کمک میکنن، از این ور میخوان که حکم جهاد از آقای سیستانی بگیرن. خب اینم یعنی واقعا این رسوایی، بزرگترین رسوایی که جمهوری اسلامی رو به طرف سقوط خواهد کشید همین قضیه سوریه است و هر لحظه روزی هم که میذارن همین اجلاسشون هم که الان امروز تا
تشکیل دادن برای حفظ بقا، مطمئن باشید راه به جایی نمیبره و بیشتر دنیا و ملت ایران رو متقاعد میکنه که این حکومت میخواد کسی رو نگه داره، چرا که فکر میکنه که با نگه داشتن این دیکتاتور میتونه روند و استمرار خودش ادامه بده. دلیلش اینه که اگر که بشار اسد سقوط پیدا کنه، ملت ایران این ایده رو از اونام گرفتن، سوای این که بازوی چپ و راست جمهوری اسلامی قطع میشه، که روی پای خودشون باشن، چشم امید به هیچ دولت خارجی نداشته باشن و از طرف فروپاشی از داخل ایران به طور قطع بیش از سوریه آغاز جنبش شروع خواهد شد. آقای دکتر اشاره کردن راجع به گروهایی که در 48 نفری که گرفتن از سپاه و سپاه قدس و این افراد که تا کارتاشون هم نشون دادن، ولی قبل از این مسئله بذارید به یادآوری کنیم به بینندگان، نظر شما رو بپرسیم. میدونید که آمریکا امروز در پی سپاه حملات شدیدی که شده بود به مردم سوریه داره صحبت میکنه از پرواز ممنوع، منطقه پرواز ممنوع اعلام کنه، که چون واقعا خیلی جالبه که یک مملکت دولتش مردمشو اسلحه هایی که روسیه و کشورهای دیگه خریده برای اینکه از کشورش دفاع کنه داره الان از کاخ خودش و از حکومت غیر انسانی خودش دفاع میکنه و مردم رو میکشه. این مسئله 48 نفر در اونجا که فکر نمیکنم فقط اینا باشن، فقط اینا گیر افتادن، و نظر شما رو راجع به همین مسئله ممکنه بدونم که نظرتون چی است؟ فکر میکنید که این با فرض کنیم که اصلا منطقه رو قابل پرواز ندونن، یه منطقه رو نگذارن ممنوع پرواز کنن، این من یاد زمانی میفته که در عراق هم این کاری کردن، و به نظر شما این پیامد سقوط آخرین سوریه نیست؟ یک، و دلم میخواد که راجع به این 48 نفر هم اگه ممکنه اظهار نظر کنید. بله، کاملا فرمایش جناب عالی منطقیه. آمریکا بر اساس قوانین بین الملل، اصول روابط بین الملل، منشور سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر حق داره، از حتی میتونه رئیس جمهور آمریکا از اختیارات قانون اساسی استفاده بکنه، به خاطر اینکه هم در قوانین بین المللی و هم در قوانین داخلی آمریکا، قانون اساسی آمریکا، اگر یک کشوری از اون تسلیحات و ارتشی که داره به جای دفاع از مرزش و حمله دشمن و دفاع از مردمش آن اسلحه و امکانات رو علیه مردمان خودش به کار ببره، مردم دنیا باید به اون مردم کمک بکنن و اولین کارش اینه که منطقه پرواز ممنوع اعلام بکنن، همون کاری که در زمان صدام شد. صدام با هواپیما رفتن در قسمت کردنشین عراق، بمب‌های شیمیایی را انداختن، بعد اون موقع در شورای امنیت سازمان ملل متحد یه مصوبه‌ای گذاشت که به طور کلی عراق به سه قسمت تقسیم شد و در اون قسمت مرکزی هم به طور کلی منطقه پرواز ممنوع اعلام شد، که همین مسئله هم آخر سر به سقوط رژیم صدام منتهی گردید. در رابطه با لیبی هم همینطور، لیبی هم اگه خاطرمون باشه سال گذشته که درگیر این مسائل بود، قذافی دستور داد که از هلیکوپترهای جنگی و بعضی از این جنگنده ها و بمب‌افکن ها در قسمت های مهمی که مردم شهرها رو گرفته بودن، مردم رو زیر بمباران قرار بدن، که پرواز ممنوع اعلام شد و همین قضیه باعث سقوط سرهنگ قذافی شد. الان هم بله، آغاز و پایان رژیم بشار اسد نزدیک، با اعلام منطقه پرواز ممنوع دیگه به هیچ عنوان نمیتونن، تنها نقطه ضعف نیروهای مبارز در داخل سوریه این است که اونا نه هلیکوپتر جنگی دارن نه جنگنده دارن، ولی دوره های چریکی دیدن و هم جنگ های کلاسیک رو بلدن و میتونن از عهده تمام ارتش سوریه بر بیان، به خاطر اینکه خود ارتش هم داره ریزش میکنه و آنطور که باید و شاید نمی جنگه و ارتش نمیتونه با ملت خودش که خانواده و ناموس خودش به جنگه. به خاطر همین هم است که
سقوط رژیم بشار اسد به علت اینکه با دم شیر با ملت و تمامیت ارضی کشورش که منافع ملی مردم داره بازی میکنه، تمامیت رژیم خودشو داره از بین میبره. و اما در رابطه با اون 48 نفر تا اونجایی که ما خبر داریم طی مدت حدود 10,000 نفر از نیروهای ویژه سپاه قدس در کنار نیروهای ویژه بشار اسد از حکومت خاندان علوی بشار اسد داره حمایت میکنه. ضمن این که عرض کردم اتاق فکر سال 88 هم در کنارش مشورت میده و به خاطر همین هم هستش که فقط یه دونه اتوبوس رو گرفتن از بین این مجموعه اتوبوس‌ها که اینا از این پادگانی به یه جایی از یه ماموریتی به یه حلب شهر حلب داشتن میرفتن، اینا رو گرفتن. تمام مدارکشون هم نشون دادن که خود آقای صالحی که رفته با اردوغان در ترکیه صحبت کرده گفته که اینا سپاهی بازنشسته هستن که یا نیروهای انتظامی بازنشسته هستن که مجلس هم اعتراض کرده. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس آقای بروجردی گفته که آقای صالحی حق نداشته اینا رو لو بده. آنچه مثل اثر من شمسه که اینا وابسته به سپاه هستن و اینا در حلبن و مثل اون قضیه اون 7 نفری که در دیوی گرفتن که مال هلال احمر دفعه پیشم صحبت کردیم. رژیم جمهوری اسلامی ایران از وجود همه این نیروها برای صدور تروریسم به بین الملل برای منافع خودش استفاده میکنه. همکارم آقای حیدری در یه مصاحبه‌ای که در ایران آنلاین داشته به خوبی این قضیه را توضیح داده. یکی از علل این کار آقای خامنه اینه که جنگ هر چقدر در سوریه تداوم داشته باشه، حتی به یه جنگ داخلی منجر بشه، رژیم جمهوری اسلامی ایران حفظ میشه. چرا حفظ میشه؟ به خاطر اینکه قدرت‌های بزرگ، اتحادیه اروپا، شورای امنیت، آمریکا، همه و روس و چین در و اسرائیل در باتلاق سوریه گیر میافتن. همونی که در مثلا در عراق و افغانستان بود، رژیم جمهوری اسلامی ایران نفس راحت میکشه. اینه که الان رژیم جمهوری اسلامی ایران با شدت با گروه‌های مخالف از طریق نیروهای حزب الله و یا این فتوایی که مثلا میخواست نهای سیستانی بده برای جذب عرب‌های سنی از طریق عراقی‌های سنی برادر سنی دو کشور همسایه بود که دخالتی بکنن که یه جنگ داخلی تجزیه کردا که قبلا اعلام کردای سوریه اعلام خودمختاری کردن، بقیه نیروها هم یه جنگ داخلی بشه، رژیم جمهوری اسلامی ایران از موقعیت استفاده بکنه. اینو امروز با مطلبی که آقای اوباما گفتن منطقه پرواز ممنوع، یعنی ضد ضربه این توطئه‌های رژیم رو زدن. و این مطلب یعنی آغاز پایان رژیم. اینطوری نیست که یه رژیمی در یک شهری رو بمباران بکنه، حمام خون را بندازه، دیگر بقیه دنیا بشینه بنگره و کاری نکنه. همون کاری که صدام کرد منطقه کردستان رو بمب شیمیایی کرد، منطقه پرواز ممنوع اعلام شد، اونجا هم منطقه پرواز ممنوع اعلام میشه. از اون موقع هستش که دیگه با فتح حلب دیگه دمشق هم دیگه کاری نداره، برای اینکه قبلا یک بار اونجا رو گرفتن به آسانی اونجا رو هم خواهند گرفت. اون چه که مسلم رژیم بشار اسد روز به اضمحلال با از بین رفتن رژیم بشار اسد تمام این تروریسم بین الملل که در حزب الله در لبنان و جاهای دیگه هستن بساطشون برچیده میشه. تمام بحرانی که رژیم سعی کرده به خارج از کشور صادر بکنه به مرکز ایران، به تهران محل سکونت خود ایشون میره. از داخل خارج فشار اضمحلال رژیم آغاز میشه. آقای ملکی، من نمیدونم واقعا این حکومت چگونه هر چیزی رو با دروغ میتونه راحت به مردم بگه. الان اگه دقت کنید دارن همش صحبت میکنن که مواد غذایی کم بوده، مواد غذایی کم بوده، دارو به خاطر تحریم هاست، در حالی که من فکر نمیکنم مواد غذایی داروها رو اصلا تحریم وجود داشته باشه. یعنی اینا واقعا یه روده راست ندارن. اصلا فکر میکنم اینا خواسته یا نخواسته در آینده، حکومت آینده هر چی که بخواد باشه،
دیگه دین اسلام را اگر دین شیعه اسلام که در اینجا هست دیگه آبرویی نداره در بین مردم که کسی بتونه اصلا به مسجد بره. چقدر دروغگوان اینا. شما واقعا باور میکنید که مردم در داخل باور میکنن که این چیزی که اینها دارن بهشون میگن درسته، در حالی که دنیا هیچ وقت دارو رو برای کشوری که باش در گرفتاری داره تا حتی در جنگ نیست یا مواد غذایی رو به هیچ وجه تحریم نمیکنه که جلوگیری بکنه از ورودش. نه بله، الان خیلی از معاملات ایران پایا پای شده، یعنی مثل دوران قدیم شده که نفت میدن مواد خوراکی میگیرن. البته در کل ضرر تحریم ها میدونه که هر روز بیش از 250 یا 300 میلیون دلار ایران داره ضرر میکنه، خب به طور قطع این ضرر تحریم ها هست، ولی مواد خوراکی میگیرن، مثلا نفت میدن مواد خوراکی میگیرن دارو. نه، این دروغ های جمهوری اسلامی هست. این 33 ساله مگه حرف راست گفته؟ جمهوری اسلامی همیشه مبناش بر دروغ بوده. ولی سوال مهمتر اینه که اصلا مسبب این همه بدبختی کیه؟ خب مسبب این تحریم ها، مسبب تمام این ها که جمهوری اسلامیه. ما باید تکلیفمونو با جمهوری اسلامی، یعنی تا زمانی که جمهوری اسلامی هست تحریم هست، دشمنی با دنیا هستش، اون باور مخرب و تخریبگرشون که هر روز به بمب هسته‌ای هم دست بیاورن به طور قطع یک تهدید جهانی هستن، همینطور که الان میبینیم به ملت خودشون مثل بشار اسد. فرض شما که همین بشار اسد بمب اتمی داشتش استفاده نمیکنه، خب الان احمدی نژاد با بشار اسد یا خامنه‌ای باشه فرق نداره، خود الان خامنه‌ایه که داره دیکتاتوری به اسد. بنابراین اینها اگر قدرت بگیرن و دست به سلاح‌های مخرب پیدا بکنن، دنیا باید اینو بدونه که استفاده میکنن، به طور قطع استفاده میکنن. هیچ فرقی هم بین صدام و قذافی و خامنه‌ای و بشار اسد نیست، همه دیکتاتورها یکی هستن. و اینی که این دارو و مواد خوراکی که میگید به طور قطع قطع نشده به ایران، مخصوصا جمهوری اسلامی میخواد با فشار به مردم پرافکنی میکنه که اونا رو تحت تاثیر قرار بده، که تحریم هایی که نفت پولش میرفت در جهت چیزهای هسته‌ای یا نظامی، مجدد اینا میخوان که این تحریم ها لغو بشه که اون برنامه خودشون رو انجام بده. البته دنیا این بیداری و هوشیاری داره که اینها دروغ میگن، اینو دیگه الان فهمیدن، حرفشون رو دیگه باور نمیکنن. بله، وقت کم هست، لطفاً دوستان سوال زیاد من دارم ولی وقت کم هست، کوتاه کوتاهش جواب بدیم بد نیست. متاسفانه در زندان‌های خوزستان در اهواز 6 نفر زیر شکنجه کشته شدن و در زاهدان گارد زندان به زندانیا حمله کرده و واقعا چه زجر و چه کشتار، یعنی کشتار که نه، اینقدر اینها رو خونین و مالین کرده. و من نمیدونم، میدونید چیه، من فکر میکنم آقای دکتر اگر فردا ایران عوض بشه چگونه میشه جلوی مردمی که این همه ازشون کشته داد و این همه ظلم شده جلوگیری کرد، و چگونه میشه ایران رو باز هم پایه های حکومت آینده بر روی خونریزی و کشتار و انتقام نشه؟ این تا کجا باید ادامه داشته باشه؟ و در این وسط نقش آقایون میانه رو و اصلاح طلب که هنوز باز هم در اینجا دارن بین همه گروه ها پراکندگی ایجاد میکنن، نقش اینها چقدر باید منفور باشه؟ اینها متوجه نیستن که اینها هم دست کمی از خود جنایتگران حکومت ندارن، در اینجا افتادن، در این اخیراً من میبینم باز هم فعال شدن و دارن تفرقه میندازن، تا حتی در نقش طرفداران پادشاهی یا کسان دیگه با دشنام ها با تندروی ها، در حالی که اینها به هیچ وجه متوجه نیستن که واقعا شاهزاده رضا پهلوی در اینجا ادعای این نداره که میخواد پادشاه بشه یا کاری بکنه که بنده الان همه دورش جمع بشن که ایشون بره پادشاه بشه، ولی اینها دارن همش مرتب این کارا رو میکنن. و این اصلاح طلب ها واقعا تا کجا باید نقششون در کشورهای دیگه آزاد بزنن؟ در خود این آمریکا هم هنوز دستشون آزاده، در اروپا هم 100% هست. بله، در پاسخ به این سوال، طی روزهای اخیر ششمین زندانی در اثر شکنجه های وحشتناک غیر انسانی که
در زندان اهواز علیه هموطنان عرب ما انجام دادن خودکشی کرد و امروز هم همونطور که شما گفتید در زندان زاهدان کارد زندان و نیروهای ذوب شده در آقای ولی فقیه حمله کردن و زندانیای زاهدان را لتوپار کردن، از کشته پشته ساختن. معلوم نیست که اخبار زندان که به بیرون نمیاد، چند نفر کشتن، چند نفر مجروح کردن یا اونجا حمام خون را انداختن. و اما علت این که این کار را میکنن چیه؟ ببینید چرا رژیم جمهوری اسلامی ایران فقط در داخل ملیت ها این همه اشکالات ایجاد میکنه؟ چرا در اهواز این همه کشت و کشتار را میندازه؟ چرا در داخل در خوزستان 95% مردم بیکارن؟ چرا در زاهدان این کار را میکنه؟ چرا دفتر طالبان را در زاهدان باز میکنه؟ چرا در ارومیه، آذربایجان، کردستان همین کارهایی رو که در اهواز و زاهدان انجام میکنه تکرار میکنه؟ زندانهایی که در ارومیه، زندانهایی که در سردشت است، تبریز است، وحشتناکترین زندانهای رژیم است. علتش اینه که رژیم جمهوری اسلامی ایران میدونه که هر فردی که از یه مثلا ایرانی عرب در زندان شکنجه میشه، کشته میشه، اعراب اون منطقه یعنی هموطنهای ما در خوزستان ناراضی میشن، نفرت، یه موجی از نفرت در بین اونا ایجاد میشه. در بلوچستان هم همینطور، در زاهدان، سیستان و بلوچستان، مرکز سیستان و بلوچستان، زاهدان بزرگترین زندان رو اونجا درست کرده که هموطنهای سیستانی و بلوچستانی ما رو ضمن اینکه اعدام میکنن و ضمن اینکه 98% مردم سیستان و بلوچستان بیکارن، بعدش هم اونطوری حمله میکنن و میکشن، از بین میبرن. به خاطر ناراضی کردن اونا و مخلص کلام اینه که در آخرین لحظه هایی که تقی به توپ خورد و اینا ادعای تجزیه و اینا بکنن در منطقه کردستان، در منطقه آذربایجان، در منطقه اهواز، در منطقه زاهدان، و به بهانه همین قضیه حمام خور را بندازن و به بهانه این قضیه بین مخالفین رژیم در داخل و مخالفین رژیم ایجاد اختلاف بکنن. و به خاطر همین قضیه از پیوستن رنگین کمان ملت ایران به یک اتحاد بر اساس خواسته های حداقلی در خارج و در داخل و پیوستن اینا به همدیگه جلوگیری بکنن. برخیر، متشکرم. اجازه بدید که من آخرین سوال رو بکنم. البته اجازه بدید قبل از این مسئله من یک مسئله هست اینا بیان کنیم. میدونید که تهران اجلاس غیر متحده رو داره، ولی جالب است که در شهریور ما به مدت یک هفته تعطیل اعلام کرده. کشوری که بیکاری درش وحشتناکه، پول نداره حقوق کارمنداشو بده، تعطیلات میده یک هفته برای اینکه در اونجا دردسری وجود نیاد. و در حالی که خودتونم میدونید که در بازی‌های المپیک تا حتی در اون وضع یک روز هم تعطیلی در دولت وجود نداشت، که توی این کشوری که هزاران نفر، میلیون‌ها نفر داشتن میومدن و می‌رفتن، بزرگترین ورزشکاران دنیا بودن، بزرگترین خبرنگارای دنیا و ویدیوها و تلویزیون‌ها و تمام مدیاهای دنیا به اونجا چشم داشتن، یک روز هم تعطیل نکردن. این آقایون برای یه جلسه در اونجا 7 روز تعطیل میکنن. مشکل چیست واقعا؟ اینا از چه چیزی دارن میترسن؟ تا در خونه خودشون ترس و وحشت حکومت از همین اعتراضات مردمی، یعنی پایه های این حکومت بر سرکوب قرار گرفته، ترس و سرکوب. و اینها میترسن که جبهه ترس مردم با اتحاد خودشون، اپوزیسیون با اتحاد خودشون، این ترس به طرف دشمن افکنده بشه. اون چیزی که سوالی که جناب دکترم توضیح دادن، ما از اپوزیسیون یا اصلاح طلبانی که بهانه میارن، یعنی الان کشوری که در حال آتشه، همه چیز مملکت در حال فروپاشیه، از درون از بیرون مورد تهدید، از لحاظ اقتصادی همه چیزش خوابیده، الان اکثر کارخونه ها ما داریم که هر روز داره کارخونه یا کارگاهی از کار میفته. ولی به این گروه هایی که میگه جهت اتحاد ملی همکاری بکنن، بعضیشون بهانه میارن که آقای رضا پهلوی یا غیره. اصلا بحث اتحاد و شورای ملی حول اندیشه است. آقای رضا پهلوی به عنوان یک ایرانی شرافتمند، یک ایرانی که
آدم معتبریه، توانمندیه، خب ایشون هم شرکت میکنن. بنابراین و نقش خودشو که اون شورا، شورای ملی به ایشون میده با انتخابات آزادی که در اون شورا هست، خب یه فردی رو تعیین میکنن. اینی که ما الان بیایم بگیم که فلانی نیاد یا اصلا بیاد، اگر که ما آدمایی باشیم که دلسوز مملکت باشیم و یه مقدار شرافت انسانیت داشته باشیم، که تازه میریم میگردیم مثل آقای رضا پرید یا کسی اگه هست اینو پیداش کنیم بیاریم بگیم آقا شما اعتباری داری، شما کاری میتونی انجام بده، بیا کاری بکن، مملکت داره میسوزه، همه چیز داره از بین میره، فساد مملکت گرفته، نمیدونم مردم برای سیر کردن شکم خودشون کلیهشون رو میفروشن، فحشا زیاد شده، 15% آمارای خودشونه که دارن میگن، وقت مملکتی که همه جور بحرانهایی رو داره، همه چیز داره از هم میپاشه، اعتقادات مردم نمیدونن، انسان ستیزی، انسان زدایی، فرهنگ جامعه، اخلاق، همه چی مورد حمله قرار گرفته، وقت شما بهانه بگیری که فلانی هست، تازه باید خوشحال باشه که فلانی باشه. اگه آدم بی تفاوتی باشه خوبه، اگه آدم بی مسئولیتی باشه خوبه، اگه کسی باشه که بره دنبال خوشی و راحتیش خوبه، که شما باید اگه نمی اومد میرفتید میگرفتی آقا بیا مملکت داره از بین میره، تو هم بیاد سهم خودتو، مسئولیت خودت در قبال ملت ایران کاری بکن، نه اینکه الان کسی اومده در این مسیر میخواد گامی برداره، یه قدمی برداره و خودش در مورد خطر قرار بگه، بیان به بهانه بگه نه اینا بهانه است و اینها زیر ضربین تیز ملت ایران قرار خواهند گرفت، که چه کسانی مخالف اتحاد و چه کسانی با جمهوری استبداد بودن و نیومدن در شورای ملی و جهت اتحاد، که ما بتونیم این رژیمو تبدیل به یک رژیم دموکراتیک و این از این وضعیتی که حمله قراره، هم حمله است هم چیزای دیگه، نجات بدیم. و ترس زمان ما میتونیم ترس رو از بین ببریم با اتحادمون، یعنی ملت ایران و اپوزیسیون زمانی که دست به دست هم بدن میتونن یک ترس عظیم، یک سونامی، یک طوفان و سیلابی بنیانکنی رو علیه این استبداد به وجود بیارن. غیر از این هیچ راهی نداره، غیر از اتحاد هیچ مسیری نیست. کسایی که میگن که نه با اتحاد و غیر ما نمیتونیم یا فایده نداره، دروغ میگن. خود جمهوری اسلامی تمام هزینه‌هایی که داره میکنه جهت این که از اتحاد ملت ایران و اتحاد اپوزیسیون پیشگیری بکنه، از ساختن یک آلترناتیو، یک جایگزینی که بتونه این حکومت رو کمک بکنه به تغییر جلوگیری میکنه. کسانی که در این مسیر سنگ اندازی میکنن، مانع میتراشن، ناامید میکنن و نمیان و بهانه‌های مختلف، اینا همه بهانه است. آقای رضا پهلوی هم یک ایرانی شرافتمندیه که 33 سال مبناش علیه خشونت بوده، علیه دیکتاتوری بوده و هیچ موقع به کسی حمله نکرده، و بعدش هم این شورای ملی یک 14 منشور بنده که این منشور حول یک اندیشه است و تمام اپوزیسیون و ایرانیایی که میخوان حول اندیشه جمع میشن، اندیشه ای که آقای رضا پهلوی هم یکی از کسایی که پیرو همین اندیشه است و خواستار تغییر ساختاری در جمهوری اسلامی که به یک حکومت دموکراسی و آزادی تبدیل ایران. متاسفانه وقت داره تموم شد آقای دکتر، خواهش میکنم لطف کنید و خیلی کوتاه بگید بر قبل از اینکه ما خداحافظی کنیم و از هموطنانمون. واقعا من نمیتونم بفهمم آقای دکتر که ایستادن همه گروه هایی که مخالف این حکومتن، حالا ظاهرن یا باطنن، واقعا همه گروه ها با افکار مختلف که دارن و دیدگاه های مختلفی که دارن مخالف این حکومتن، ایستادن تا ایران نابود بشه بعد کنار هم بایستن. من نمیدونم موضوع چیه، چرا، چه مسئله است این مملکتی با اون تاریخش، همه صحبت از این و افرادی که درش هستن، واقعا تاثیرگذاری ایران در مقابل با همسایه‌هاش بسیار زیاده. چگونه است به این کوتاه فکری ما میافتیم که اینقدر خودخواهیم که میذاریم مملکت به نابودی برسه، ولی برای اختلافات فکری که داریم کنار هم نمیستیم، اختلافات فکریمون حل کنیم حداقل. به کجا داریم میریم آقای دکتر؟ آخرین صحبت رو کوتاه لطفاً قبل از خداحافظی بکنیم. بله، ببینید الان رژیم جمهوری اسلامی در اتاق فکر هاشمی ولایتی به این نتیجه رسیدن که احمدی نژاد بپذیره، تمام تقصیرها رو به گردن خودش قبول بکنه و این اجلاس هایی که الان یه هفته هم میخوان تهران رو تعطیل بکنه، آقای بانکیمون هم اونجا باشه، احمدی نژاد رو علم بکنن، به دنیا دوباره بشناسانند،
که ایشان در راجب مسائل و احوال داخلی و خارجی برنامه اتمی اولین فرد، بنابراین اگه یه روزی جام زهر اتمی خورده بشه ایشون مقصر هستن، و اگر تا حالا اختلافاتی ملت ایران هم مثل بود اخمش میخواد آقای خامنه ای از ملیجر که خودش استفاده بکنه که احمد نژاد قبول بکنه، اگه مثلا در سال 67 زندانی ها رو کشتن، قتل‌های زنجیره یا به کوی دانشگاه حمله شده یا کودتای 88 و سرکوبای بعدی احمدی نژاد، تا آقای خامنه ای نجات پیدا بکنه. احمدی نژاد هم پذیرفته هموطنای ما، این گروه های رهبرای اپوزیسیون در خارج از کشور، اتحادی که در حال شکل گیریه، باید در نظر داشته باشن اگر دیر بجنبن، اگر منیت ها رو کنار ندارن، فردا صبح از خواب پا میشن میبینن رژیم جمهوری اسلامی مسائل خودش رو با دنیا به علت باز دادن به دیگران حل کرده، در داخل هم این اتاق فکر هاشمی رفسنجانی ولایتی به مرحله آشتی ملی رسونده و جمعی اتحادی در داخل ایجاد کرده و تا و مسیر ایران را به کره شمالی شدن ایران برده، فردا هم آقای مشتبه خامنه جانشین ایشون میشه. بنابراین همونطور که مردم ایران در داخل با هم متحدن و دیدیم که در درکه 500 نفر گرفتن یه دختر از دست سپاهیان نجات دادن، در خارج از کشورم این اتحادهای رنگین، این رهبرهای اپوزیسیون اگر سرگفتی نام و آوازه دارن، اینو که نباید به اون دنیا ببرن، الان هست که باید متحد بشن، احزاب باید بیان در این شورا، اشخاص و شخصیت‌های مهم بیان در این شورا و رسانه‌های گروهی هم همینطور. آقای میبودی در تلویزیون پارس یه دیبیت بسیار عالی با عده اندیشمند و فرهیخته داره، من استدام این است که دعوت میکنم اگر میپذیرن بیان در برنامه تلویزیون ملی ایران، در برنامه شما، ما از به نمایندگی از شورای ملی و اونا به نمایندگی از همه اکثریت عزیزان و ایرانی دوست، دلشون به حال ایران میسوزه، من واقعا از صمیم قلب به نمایندگی از شورای ملی دعوت میکنم این عزیزان به شورا بپیوندن، در سه‌شنبه آینده که جلسه داریم دور همدیگه جمع بشیم، راجع به این که چجوری این رژیم رو از بین ببریم، راجع به این که فردا مردم ایران چگونه اوضاع احوال رو طوری فراهم بکنیم که با نظارت سازمان ملل متحد بتونن در رابطه با انتخابات آزاد در مورد سرنوشت آینده خودشون تصمیم بگیرن، مجلس مؤسسان تشکیل بدن و نظام مورد آینده خودشون رو تصمیم بگیرن که چگونه باشه. خیلی متشکرم دوستان، وقت متاسفانه گذشتیم، 5 دقیقه هم از وقت سوء استفاده من کردم، از موقعیتم ببخشن همه بینندگان، از همه شما تشکر میکنم تا روز سه‌شنبه، و امیدوارم که در این راه در هر حال از این خودخواهی ها همه دست بردارن و به خاطر ملت ایران نجات آینده بنشینید با هم دیگه، افکاری که دارید، اندیشه‌هایی که دارید، ببینید چگونه چه حکومتی، چه نوع حکومتی، چه نوع قانون اساسی باید در ایران باشه که دیگر شخصی نه به قدرتی برسه که بتونه دیکتاتور بشه و همه ملت ایران با هر نوع تفکر و با هر آینی آزادی و مساوات داشته باشن. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود بر شما دوستان. زنده باد ایران، زنده باد آزادی. Christian, I am Muslim, I'm Jewish, I'm Baha'i, I'm Buddhist, I'm Zarathustra, I'm black, I'm yellow, I'm red, I'm white, we are an entity.